قسمت اول را به کنار میگذارم و شروع میکنم از اینکه میهن ما پس از پشت سر گذاشتن فتنه خمینی و پیش از آغاز یک زندگی سیاسی اجتماعی عادی و منطقی ناگزیر است که یک مرحله گذرایی را طی کند. در این مرحله یک حکومت موقت وظیفه خطیر پای ریزی آن را دارد. بر این حکومت است تا تشکیل یک مجلس مؤسسان بر اساس قانون اساسی 1906 و تعیین سرنوشت رژیم ایران کشور را اداره کند و این امکان را فراهم آورد که تمام مردم ایران در محیطی آزاد و فارغ از وحشت درباره نوع رژیمی که خواستارش هستند تصمیم بگیرند. در این دوران کوتاه فراموش نکنید این مال 8 سال پیشه و حالا باز من مصرتر هستم. در این دوران کوتاه شورایی مرکب از کارگران، کشاورزان، استادان دانشگاه‌ها، مراجع قضایی، شخصیت‌های اقتصادی، سیاستمداران خوشنام، دولت را در انجام امور یاری و رهنمایی خواهند کرد. پس این خودپرستی نبوده 8 سال پیش، منتها آقایون حالا یک یک به فکرش افتادند. استقرار امنیت و آرامش در مرزها و در درون کشور مسئله حفظ استقلال سیاسی و اقتصادی ماست. هر نوع هرج و مرج که به صورت فعلی انجام می شود بایستی با تأمین جانی و مالی و حیثیتی افراد توأم باشد. از این رو تمام افسران و درجه داران ارتش، شهربانی و ژاندارمری که در رژیم منحوس خمینی مورد بیشترین اهانت‌ها قرار گرفتند یا به ناحق مطرود و محروم گردیدند، دولت آنها را دعوت به کار خواهد نمود تا با همکاری تمام مردم به انجام وظیفه بپردازند. بدیهی است که برچیدن دستگاه ستمگر رژیم خمینی مانند شورای دروغین انقلاب، دادگاه‌های اسلامی قلابی، ریاست جمهور بلا فاصله با ولایت فقیه غیرقانونی اعلام خواهند شد. رفع ستم و اعاده حیثیت و جبران خسارات ناروا از وظایف حکومت موقت است، چه قبل از فتنه خمینی و چه بعد از آن. زندانیان سیاسی آزاد خواهند شد، کلیه روزنامه ها، مراجع تجمع سیاسی آزاد می شوند، الی آخر کلیه دانشگاه ها و اداراتی که منحل یا تعطیل شده اند بازگشوده خواهند شد. حقوق اشخاصی که در جریان به اصطلاح پاکسازی ادارات دولتی بدون هیچ دلیل برکنار شدند برای تمام این مدت خسارات عادلانه خواهند داشت. پرونده مقتولان دستگاه جابر خمینی، این موضوع قبل از جنگ بوده، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. ولی سرمایه داران کشور باید بدانند که مفاسد غیر قابل انکار دوران گذشته را ملت ایران دیگر تحمل نخواهد کرد. اموال غارت شده توسط اوباش خمینی صورت برداری می شود و به شکایات صاحبانشون سریعا و عادلانه رسیدگی خواهد شد. زنان ایرانی که بیش از هر کس طبیعت زودتر از همه طبیعت ارتجاعی جمهوری اسلامی را شناختند و در برابرش ایستادگی کردند و بیش از همه از سوی این دستگاه نامردمی آسیب دیدند، به حقوق حق خود یعنی تساوی واقعی مرد و زن خواهند رسید. اقلیت‌های ستم دیده ایران، خواه قومی،
تقاضا میکنم گوش بدید. خواه قومی، خواه مذهبی، از حد اکثر آزادی و خودمختاری در چهارچوب ملی برخوردار خواهند شد. ولی یک وجب از خاک ایران قابل تجزیه نیست. و ایلات و عشایر که در 50 سال گذشته از حقوق اولیه خود محروم بودند، همواره از طرف دولت‌های جابر و فاسد مورد ستم قرار گرفتند، باید در نهایت آزادی به زندگی خود ادامه دهند و به آنها مساعدت‌های لازم از دولت مرکزی بشود. بازسازی کشور به مشارکت همه نیروهای مترقی، فارغ از پیش‌داوری جنسی، قومی، مذهبی، به فضای سالم سیاسی نیازمند است و این نمیشه جز با دموکراسی. باز هم دموکراسی، همیشه دموکراسی. تمام این اصول که ظاهراً مورد قبول اکثریت قاطع ایرانیان است، از روی نادانی یا خودستایی دستخوش هوس‌هایی شده و سالها و سالها گذشت که تمام این مسائل غیر قابل مطالعه تشخیص داده شد و بیگانگان هم برای معاملات و منافع خود نفاق افکنی را شروع کردند. ما چرا به آنها فرصت دادیم؟ این اتحاد فراگیر که گام اول برای تجهیز نیروهای ملی برای امر و دخالت، برای این که دخالت مذهب در سیاست ممنوع شود، چیزی است که اکثر مردم ایران با آن موافقند. افسانه فلان آخوند معتدل و دیگری صفاک به منظور فریب من و شماست و امروز از نقطه ضعف و در شرایط کنونی رفسنجانی خود را مرد معتدل و آماده به تبادل نظر معرفی می کند. فردا پیرو خط امام می شود، یعنی خط شقاوت، خط جنگ و ستیز و امام امت شهید پرور می شود. فتنه خمیدی یا باید در خاک ایران دفن گردد یا حکومت اسلامی هرگز نخواهد توانست از صدور آن به خارج جلوگیری کند. این را برای خارجی ها میگم مخصوصا. آقای رفسنجانی هر قدر هم که هر جایی باشد که هست، قادر نخواهد بود حتی با معاضدت اربابانش یک حکومت دنیا پسند و تا حدی دموکرات در ایران بنیانگذاری کند. پس مبارزه ما ملی‌گرایان و دموکرات‌ها با حکومت او و سوابق شخصی او آسان‌تر خواهد شد. وقت را نباید از دست داد و در مرحله اول از گروهک‌سازی و خود بزرگ جلوه دادن باید صرف نظر کرد. مخصوصاً فراموش هم نکنیم که اینها مردم محروم ایرانند، آنهایی که 10 سال با فقر و مسکنت در خط دفاع از مرزها و حملات احمقانه‌ای که به دستور آخوندها صادر می‌شد زیر بمب‌های آتشزا، آنها بودند که تحمل حکومت آخوند و بمب آتشزا را کردند.